دوستان عزیز سلام با آموزش زبان انگلیسی خوش آمدید دوستان عزیز در این درس فعل کمکی کن را می دوستان عزیز بیایم که ببینیم که فعل کمکی کن چی است دوستان کن مانایش توانستن است فعل کمکی به خاطر برش میگه که امرای ما کمک میکنه جمله را با آسانی به سوالی تبدیل کنیم یا منفی بسازیم بیاین اول یک, چ... یک دو مثال را ببینیم در فارسی که در فارسی ما شما فعل توانستن را چطور استفاده میکنیم بعد از او انگلیسی ش می خب دوستا دو مثال بر تا نشته کردیم اینجا در مثال اول من می توانم کار کنم در اینجا می توانم چی است فعل کمکی کن است می توانم کار کنم دو فعل داریم مثال دومش من می توانم بروم در هر دو فعل داریم فعل توانستن قبل از فعل اصلی آمده بیاین را ببینیم که چطور در انگلیسی می توانیم نوشته کنیم من فایل جمله است. در انگلیسی فایل جمله همیشه در شروع جمله میاد. در جملات مثبت البته من را میگه در انگلیسی I می توانم را چی میگه؟ توانستن چی؟ کن؟ I can کار کردن را چی میگه؟ work I can work I can work من می توانم کار کنم من می توانم بروم I can می توانم بروم go دوستو عزیز چرا ما برتانی دو جمله رو نوشته کردیم به خاطر که ببینین در فارسی وقت می توانم را استفاده کنیم فیل تغییر می فعل فیل در زمان حال ساده به جای می روم بروم میشه یعنی یک ساختار جدید را میگیره وقتی دو فیل در فارسی استفاده میشه با همدیگر فیل دومی چی میکنه؟ تغییر میکنه میبینه فیل اول میتوانم توانم است می می میم می, می, می اما فیل های دوم طبق معمول در زمان ساده که فیل میم داره اینجا میم نداره با جای میم بی شده و اینجا بیخی میمش می از بین رفته در انگلیسی ای قدر مغلق نیست در انگلیسی ضرور نیست که شما شکل فعل دوم را تغییر بتین. در انگلیسی فعل وقت کن را استفاده می کنیم فیل تغییر نمی خورد. بسیار ساده. I can go. I can work. فعل ایست تغییر نکرده. مثلا اگر بگیم I work every day. من هر روز کار میکنم هرگاه ببینین work به این شکل است اما اگر فعل کمکی کن را هم اضافه کنیم اینجا و بگوییم که I can work every day فعل دوم تغییر نمیکنه. بسیار ساده است از فارسی که در ساده تر و آسان تر است به خاطر که فعل دوم تغییر نمیکنه. در انگلیسی فقط چی از فرمولش؟ subject فایل جمله است آی باشه وی باشه یو باشه بعد از او فعل کمکی کن است بدون تغییر و بعد از او فعل اصلی است هر چیزی که باشه اینجا ببینید فعل اصلی کار کردن است اینجا فعل اصلی رفتن یا میروام است صحیح است از فارسی کده آسانتر و ساده است و فرق داره با فارسی فقط سبجکت را میارین یا فایل را کن بعد از او فیل اصلی حالا میایم یک چند مثال را کار میکنیم که ببینیم چطور ساخته میشه جملات با استفاده از کن فقط فرمول عمومیشه باید داشته باشین که از طرف چپ براست اول فایل بعد از او کن بعد از او فعل اصلی خب بیاین که یک جمله بسازیم مثلا میگیم من چند جمله میسازیم خب من هر روز من میتوانم هر روز کار کنم که کنشته کنیم که من میتوانم هر روز کار کنم من می توانم هر روز کار کنم شما می توانید هر روز ما می توانیم هر روز کار کنیم او یا؟ شیک کنیم آنها می توانند بیاین دوستا عین فیل را با چند فایل مختلف کار کنیم من شما ما آنها او خب من می توانم هر روز کار کنم فرمول شیاد داریم سبجکت کن ورپ. خب سبجکت در جمله چی است من است من را در انگلیسی چی میگه آی کن می توانم work every day every day on a هر a من می توانم کار کنم هر روز جمله دوم شا کار می کنیم شما می توانید هر روز کار کنید فایل جمله کی است شماست شما را چی میگه در انگلیسی you बाद सब्जेक्ट चीज़ में अ कैन मेथा ऑन इट वर्क फेल एस्ली इस कार कर दें रची में ये वर्क एवरी डे माँ मेथा ऑन इम हर रोज़ कार को नेम सब्जेक्ट फॉलो जो मल किया स्मार्ट मारा तो इंग्लिश चीज़ में ये वी W E can metonym work کنیم every day. آنها می توانند هر روز کار کنند. آنها را چی میگه در انگلیسی؟ They. T -h -e -y. T-H-E-Y. They آنها can می توانند ورک کار کنند everyday هر روز او می تواند هر روز کار کند او چی میگه فرض کنین که یک مرد است هی کن می تواند ورک کار کند اوری دی هر روز و بیاین یک مثال هم میگیم احمد می تواند کار کند احمد می تواند هر روز کار کند هر روز کار کند خب سعی کنین احمد سبجکت یا فایل جمله است انجام دهنده عمل است احمد کن می تواند ورک کار کند every day هر روز احمد میتواند هر روز کار کنه دوستا ببینین در فارسی یک چیز را متوجه باشین به با امی خاطر امین مثال ها را بر تمام فایل ها برتان کار کردم که شما ببینین که چی فرق داره ببینین در فارسی میتوانم میتوانید میتوانیم میتوانند میتواند فیل تغییر میکنه شکلش فیل کمکی یا توانستان چی میکنه شکلش تغییر میکنه برای هر شخص اما در انگلیسی و رقم نیست فقط فاعلش تغییر دادی فیل تغییر نمیکنه I can من میتوانم You can شما میتوانید We can ما میتوانیم They can آنها میتوانید He can او میتواند ببینید can can کن فعلش تغییر نکرده فیل کمکی تغییر نکرده به می ترتیب فعل اصلی هم تغییر نکرده اینجا فعل چی میشم شکلش تغییر میکنه مثلا کار کار کنم کار کنید کار کنیم کار کنند میبینین کنم کنید کل شکلش تغییر کرده اما در انگلیسی فعل تغییر نمیکنه به طریقه که در فارسی تغییر میکنه I can work من میتوانم کار کنم You can work. شما میتونید کار کنید. We can work. ما میتونیم کار کنیم. و می ترتیب کلشان. دوستا فقط یک چیز باید داشته باشین فرمول رو که تعقیب کنین هیچ مشکل بتون پیدا نمیشه در جمله ساختن. فایل جمله را در شروع جمله میارین بعد از او فیل کمکی را میارین بعد از او فعل اصلی را میارین و بعد از این متباقی جمله را میتونین جمله را بسازین دوستا नोट में गिरीन य स्क्रीनशॉट छमिगिर बी गिन भैक्चान मिसल देगाम हम खर मैकनमूम کودستا اینجا برتان طبق معمول چند فعل که بعضشان را کار کرده ایم بعضشان جدید است برتان نوشته کرده ایم و این فعل ها را در مثال ها کار می کنیم فعل اول کن توانستن فعل کمکی کک کوک بخت کردن چوز انتخاب کردن کم آمدن ست نشستن یوز استفاده کردن ورک کار کردن بیاین که به هر کدام از این یک جمله بسازیم بیاین که یک جمله با پخته کردن بسازیم پخته کردن مثلا میگیم من میتوانم برنج پخته کنم خب این جمله را چطور در انگلیسی می سازیم بسیار آسان ما شما چی داریم می بینیم که می توانم از دی جمله فیل کمکی را ضرورت داریم فیل کمکی را می فهمیم که توانستن است و استفادهش میاد داریم بناهن بر ما شما جمله ساختن بیخی آسان است و فرمولش هم یاد داریم که در اول جمله چی میاد؟ سبجکت میاد، بعد از او کن بعد از او ورب در هر جمله که توانستن بود یا میتوانم میتوانید میتوانن بود بفهمین که شما به چی ضرورت دارین به کن ضرورت دارین یا توانستن من آی بعد از او فعل کمکی کن می توانم پخت کردن را چی میگه در انگلیسی؟ کوک پخت کردن فعل اصلی است بعد از کن میگه کوک I کن cook چی؟ برنج را چی میگه در انگلیسی؟ رایس I کن cook rice. I can cook rice. من می توانم برنج پخته کنم. بیاین که برای فیل دوم یک جمله بسازیم. چوز انتخاب کردن. بیاین که بگیم او میتواند آینده اش را انتخاب کند. او میتواند آینده آش را انتخاب کند خواه یک چند کلمه جدید است ده ای. میگم که کدام کلمه است میتواند را خو می کی که چی است توانستان است کن ای رو می میفامین آینده را برطان میگم چی میگه در انگلیسی future آینده را چی میگه؟ فیوچر آینده آینده اش ما شما چی کردیم؟ در درس های سابق در درس های قبلی ما شما صفت های ملکی را خواندیم گفتیم که نه. مای مای چی است؟ ام یا کتابم درست؟ آه. ملکیتش نشان میته برتون مثال رو میگم برد انتخاب کردن را چی میگه فعل دوم که است انتخاب کردن یا انتخاب کنند انتخاب کردن را چی میگه چوز چوز خو چوز خو بیان یعنی که از آستا آستا شروع کنیم او او چی است او زن او را چی میگه زن را چی میگه او زن را شی می تواند می تواند چی میگه کن شی کن او می تواند انتخاب کند چوز her future she شی کن می تواند چوز انتخاب کند Her future آینده آینده او را یا آینده اش را هر چی است صفت ملکی is, در درس قبلی خواندیم برین ببینین خب حالی میم یک جمله دیگر می سازیم برای آمدن بیاین که بگیم شما می توانید داخل بیایید شما می توانید داخل بیاید شما می توانید داخل بیاید به مجرد که دیدیم که می توانید و میتوانم و می توانند است بفهمین که فعل توانستن را استفاده می کنین. توانستن را چی میگه؟ کن میگه. کن چی از فعل کمکی است؟ خب شما میگیم که یو شما میتوانید کن بیایید آمدن را چی میگه کم You can come داخل داخل را چی میگه انساید You can come inside. شما می توانید داخل بیایید Inside. چی مانا داخل این هم میتوانید این In یا inside you شما می توانید بیایید داخل خب بسیار ساده مثل فارسی وارد مغلق نیست که فعل را باید تغییر بودی در جای فعل با مشکل خود مانده می بینید یو she شی you یو I آی نشستن نشستن بیاین که یک جمله برای نشستن بگوییم بیاین بگویم که شما یا بگویم که آنها می توانند آنها می توانند. آنها می توانند اینجا بنشینند آنها می اینجا بنشینند ما شما چی را کار داریم؟ دو فیل را کار داریم توانستن را و نشستن را توانستن و نشستن توانستن را کن میگن نشستن را ست میگن بیاین که این جمله را بسازیم آنها را در انگلیسی چی میگن؟ they they آنها کن می توانند نشستن را چی میگه؟ سیت. they can sit کجا؟ here here در درس های قبلی خواندیم. here here مانایش اینجاست آنها می توانند بنشینند اینجا یا آنها می اینجا بنشینند use یک جمله دیگه برای use می بیاین که بگیم شما می توانید شما می توانید از کتاب من را کتاب من را استفاده کنید استفاده کنید شما می توانید کتاب من را استفاده کنید یا اگر معمولا شاید بگیم کتابم را استفاده کنید یا با خاطر برتان کتاب من نوشته کردم که در ساختن جمله فا... انگلیسیش براتون آسان تر شه خب شما می توانید کتاب من را استفاده کنید دو فیل داره می توانید و استفاده کنید می توانید توانستن را می و استفاده کردن را می فامیم. نیوز حالا می یو شما فایل جمله از در شروع جمله می کن می توانید چی فیل دوم چی اس استفاده کنید کتاب من My book. در انگلیسی دوستا را نداره خو وقت فا مفهول شد اتومات را را چیز میکنیم ترجمه میکنیم در انگلیسی معادل را وجود نداره اینجا را داریم به خاطر که مفول است You can use my book. شما می توانید این کتاب را استفاده کنید. کار کردن را خود چند مثال کار کردیم. مثلا میگیم احمد can work. احمد می تواند کار کند. خب دوستایی بود موضوع کن یا توانستن مختصر برتان باز تکرار میکنم کن یک فعل است و فعل کمکی است با فعل های دیگه یک جای که استفاده میشه اول فعل کمکی یا کن میه بعد از او فعل دیگه یا فعل اصلی میه اینجا در تمام مثال ها ببینین کن فعل کمکی آمده بعد از او فعل اصلی آمده کن فعل کمکی بعد از او فعل اصلی کن فعل کمکی بعد از فعل اصلی کمکی فعل اصلی فعل کمکی فعل اصلی کن فعل کمکی بعد از او فعل اصلی فرمول شمی است مثل سابق واری همیشه در شروع جمله فایل را میاریم ببینین فایل از کلش. فایل 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 فایل, فایل میاریم بعد از او فعل کمکی کن را میاریم بعد از او اصلی را میاریم و جمله ساخته میشه یک چیز دیگرم که براتون گفتم که در مثل فارسی واره نیست چون مثال های زیاد را دیدین حتما را متوجه شدین که در فارسی میبینین فیل شکلش تغییر میخوره اینجا میتوانم است اینجا میتوانید میتواند شد اینجا میتوانید شد اینجا میتوانند شد اما در انگلیسی آسان است و ساده است فیل هیچ تغییر نمی کنه کن کن اینجا کن است اینجا 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 و اینجا هر چیزی که باشه فایلش که هر چیزی باشه پروانه داره اما فعل تغییر نمیخوره نگاه بنان بود موضوع فیل یا توانستن و کن دوستای عزیز در صفحه 85 کتاب برین در صفحه 85 کتاب ده جمله است ده جمله در فارسی است ده جمله را به انگلیسی تا بسازین وقتی ده جمله را به انگلیسی ساختین بعد از او برین در آخر کتاب ببینین که جملات را درست ساختین یا نه اگر کتاب دارین تمرین شماره چند است؟ شماره سی و هشت تمرین شماره سی و هشت در صفحه 85 و کار کنین تا خودتان بتانین جملات را بسازین که از کن استفاده کرده باشین دوستای عزیز این بود درس کن در درس بعدی میبینیم تشکر